با عرض سلام خدمت جناب آقای دکتر وزیری تبار و خانم حکاک عزیز و همینطور بینندگان محترم، یادگاری هستم از همدان. 40 سال دارم، بیمار درمان شده هستم با سابقه بیماری لوپوس. دقیقا 16 سال پیش دچار این بیماری شدم. نشانه های بیماری با لکه‌های قرمزی روی پوستم به وجود اومد. به پزشکای زیادی مراجعه کردم ولی متاسفانه نتونستم تشخیص درستی بدن. داروهای زیادی به من پیشنهاد کردن، از جمله پروتون و داروی حساسیت استفاده کردم ولی تاثیر چندانی نداشت. ناچار به تهران رفتم تا نظر پزشکای دیگر رو جویا بشم. بالاخره بعد از نمونه برداری تشخیص دادن که بیماری لوپوس دارم. قابل ذکر که لوپوس بیماریه که علت اصلیش نقص سیستم ایمنی بدنه و میتونه تا مرحله پیش بره که بیشتر ارگانهای بدن رو درگیر کنه. بنابراین جواب قطعی رو به من دادن و گفتن که بیماری من درمانی نداره و باید تا آخر عمر باهاش کنار بیام و این برای من نهایت ناامیدی بود. تا اینکه بعد از مدتی حالم بدتر شد، بیمارستان بستری شدم. حدود 14 روز اونجا بودم. تنها کاری که برای من کردن دوز داروها رو چند برابر کردن و این باعث شد برای مدت کمی حالم بهتر شد. دیشب شبکه ITM رو نگاه میکردم که متوجه برنامه آقای دکتر شدم. خیلی کنجکاو شدم، برنامه رو تا آخر دنبال کردم. وقتی صحبت های آقای دکتر رو شنیدم خیلی تعجب کردم. باورم نمیشد که چنین روش درمانی وجود داشته باشه و بتونه بیماری منو خوب کنه. بلافاصله شماره های برنامه رو یادداشت کردم. روز بعد تماس گرفتم، با خانم کریمی صحبت کردم. ایشان به من گفتن که آقای دکتر خودشون برای مشاوره با شما تماس میگیرن. همون شب آقای دکتر به من زنگ زدن. وقتی صداشون رو شنیدم خیلی هیجان زده شدم، نمیتونستم صحبت کنم. ولی ایشان با مهربونی و صبوری به صحبتهای من گوش دادن، بیماری رو براشون توضیح دادم و ایشان به من گفتن که بیماری من قابل درمانه و میتونم بهبودی پیدا کنم و من خیلی خوشحال شدم و یکم امیدوار شدم به زندگی. چند روز بعد مبلغی که آقای دکتر فرمودن واریز کردیم. خوشبختانه داروها توی مدت کمی توسط یکی از اقوام که سفری به ایران داشتن به دست ما رسید که اینجا جا داره از خانواده جناب تیمسار ساگار تشکر کنم، به ویژه خانم دکتر الهه ساگار. داروها به دستم رسید، شروع به استفاده کردم. از همون ابتدا خانم دکتر افتعی متخصص تغذیه با من در تماس بودن و منو راهنمایی می‌کردن. ماه اول تغییری نداشتم. اواسط ماه دوم بود که متوجه شدم ورم مفاصلم به خصوص روی مچ دست ها و پاها کمتر شده و تنگی نفسم هم کمی بهتر شده بود، ولی التهاب پا و زخم ها همچنان باقی بود. به اواخر ماه چهارم که رسیدم، یک روز صبح که از خواب بیدار شدم احساس سبکی و خنکی خاصی روی صورتم داشتم. تعجب کردم، با عجله جلو آینه رفتم. وقتی صورت خودم رو توی آینه دیدم باورم نمیشد. بیشتر التهاب ها و زخم ها از بین رفته بود و سرخی صورتم کم شده بود. خیلی خوشحال شدم، هیجان زده شده بودم. خانواده هم وقتی که وضعیت منو دیدن هیجانشون کمتر از من نبود. حتی آشنایان و بستگان وقتی منو میدیدن تعجب میکردن و میگفتن 100% معجزه شده و همین منو بیشتر امیدوار میکرد. به آخر دوره درمان که نزدیک میشدم روز به روز حالم بهتر میشد. حتی موهای قسمتی از ابروها و جلوی سرم که ریخته بود دوباره شروع به رشد کردن. دیگه میتونستم کارامو انجام بدم، حتی میتونستم پیاده روی بکنم و
روز به روز به زندگی امیدوارتر می شدم. خیلی خوشحالم که این شانس رو داشتم که با آقای دکتر، این انسان بزرگوار و مهربون آشنا بشم. سلامتیم رو اول مدیون خداوند بزرگ و بعد جناب آقای دکتر دراپا و همینطور آقای دکتر وزیر تبار عزیز هستم و کمال تشکر رو ازشون دارم و براشون سلامتی و موفقیت بیشتر آرزو می کنم. همینطور از خانم دکتر افتحی عزیز که همیشه با صبوری و مهربونی منو راهنمایی می‌کردن، از خانم کریمی، آقای علی خانی که زحمات زیادی برای من کشیدن، همینطور از جناب آقای شبخیز و عوامل شبکه ITN کمال تشکر رو دارم. در آخر از بیننده های عزیز که بیماری سبون علاجی دارم خواهش میکنم که هیچ وقت ناامید نشم و این روش درمانی رو یک بار هم که شده امتحان کنم و امیدوار باشم حتما نتیجه خوبی میگیرم.